در حقیقت یک قدرتی هستش که من کاملا اون رو تشخیص میدم مانند این هستش که شاید منی که اون آگاهی رو نسبت به طلا ندارم و اصلا نمیدونم چگونه باید محکش بزنیم اگر یک طلا رو ببینم حقیقی اورجینال و یک بدل رو ببینم نتونم تشخیص بدم کدوم درسته ولی کسی که خوب تشخیص میتونه بده و این تعلیم رو گرفته با یک محک زدن میتونه بگه کدوم اورجیناله کدوم اورجینال نیستش اما موضوع حقیقت این گونه است که اگر من و شما تشنه حقیقت باشیم حقیقت قدرتی داره که خودش رو بر ما مکشوف میکنه چون این کلام خدا داره میگه میگه حقیقت رو بطلب اما گاهی هستش که ما حتی کلیسا میایم به دنبال حقیقت نیستیم به دنبال این هستیم که صحبتها صحبتای خوبی باشه خیلی از واعظین هستن به طور خاص در آمریکا وقتی صحبت میکنن به شنونده یک آرامشی میدن یک شادی میدن یک امید میدن و اینها دنبال همین امیدا هستن واعظی که توی آمریکا هست اسم میخوام ببرم خیلی از شنوندگانی این واعظ مسلمان هستن مسلمانن هن؟ ولی هنوز تبر تازه ندارن به مسیح ایمان نیاوردن چرا چون تشنه حقیقت نبودن اونها شاید خیلی اصلا کمونیست هستن میگن چقدر حرفای قشنگی میزنه ولی نتوانستن تولد تازه پیدا کنن چون حقیقت رو نخواستن اگر حقیقت رو میخواستن میتوانستن به توسط همون واعظ نیز به حقیقت برسن پس مشتاق حقیقت باید باشیم